شیخ خالد راشدی که از علمای امین اصل است. شما میگین همیشه میگین از صحابه، همیشه میگین از انبیا، از جوانان روز به ما بگوین. آیا جوان هست مثل صحابه زندگی بکند؟ بله عزیز من، این خبر را من تازه شنیدم در سرزمین عربستان سعودی در جده. جوان من گوش خود را باز کن، قلب خود را برای پذیرش حق آماده کن و این داستان را با خط طلا سر قلب خود بنویس. جوان 20 سال سن دارد در عربستان سعودی، کشور ثروتمند، کشوری که سایل و گدایگر ندارد، کشوری که کمیته ها ساختن در دیگر کشورها کمک میکنن، جوانهایش همه ثروتمند و پولدار است. یک جوان 20 ساله حافظ قرآن است، مؤذن یک مسجد است. حافظ قرآن، مؤذن یک مسجد. سالهای سال 20 سال سن دارد، که وقت هم نیست، 5 سال است که مؤذنی میکنه در جده. یک وقت هوای خانه پدر کلان و مادر کلان به سرش میزند که میگه از بابا و بیبی خود یک دیدار بکنه. حرکت میکنه، چند تا رفقای غنی که در کنارش بودن گفتن ما هم میرویم مقدار خرما توزیع میکنیم و کتابهای برای جوانان توزیع میکنیم، کتابهای دعوت تا اونها بیدار شوند. الله اکبر، چقدر جوانا هستن در تلاش می هستن. یکی از اون جوانا چند روز قبل که شما کلتان میشناسین مسلمیار بود، 31 سال سن داشت، 32 سال، یک سال از ما بزرگ بود، 32 سال سنش بود. فدایش شویم ما. رحمت الله علیه چی کار کرد؟ به خاطر رضای الله جان داد، به خاطر راضی کردن روح رسول الله صلی الله علیه و سلم جان داد. به خدا قسم یک جمله بسیار جالبش که خودم دگرگون کردم، خودم دگرگون کردم. و یک از سخنرانی‌هایش که در می اواخر کرده بود میگفت این ملت چی وقت بیدار میشوند؟ این جوانان امت چی وقت بیدار میشوند؟ واقعا جوانان چی وقت بیدار میشن؟ دور از شما باشه، من خوبا را نمیگم، همین جوانانی که به معصیت و گناه گرفتار هستن چی وقت بیدار میشن؟ این جوان حرکت کرد، میگه با چند تا رفقای خود رفتیم، وقتی دیدی که خرما را توزیع کردم و رفتم به خانه پدر کلان و مادر کلان، داخل خانه شدم، پدر کلان و مادر کلان را زیارت کردم. شب شد، بابم برام گفت که برو در این خانه پشت سر بخواب، پسرم تو خود مؤذن هستی، سحرخیز هستی، همیشه سحر میخیزی، مرا در نماز صبح بیدار بکن، کمی ضعیف شدم. گفتم خب بس. رفتم در دروازه را باز کردم، جوان 20 سال سن دارد، مستند است، خالد راشدی صحبتش میکنه که از علمای بسیار سرشناس عربستان است. میگه او من رفتم در داخل خانه خوابیدم، در خانه بابی من، در خانه همین بیبی من، یک دختر بسیار زیبا صورت خدمت میکرد، خدمت میکرد. همین که من رفتم خوابیدم، اول شب دو رکعت نماز خواندم، تمام اذکار خود را گفتم، دعای خواب را خواندم و خوابیدم. بعد از این که خوابیدم، ساعت‌های 2 شب بود که من متوجه شدم دروازه خانه‌ای که من خوابیده بودم باز می‌شد و بسته می‌شد، باز می‌شد و بسته می‌شد. من فکر کردم که در خواب باشم شاید، اما دیدم که یک سایه به من نزدیک شد. چشم خود را باز کردم، دیدم که یک دختر مرا در آغوش خود گرفته است. الله اکبر. ای اگه ما تو باشه چی کار میکرده باشه؟ هیچ کس نمیدید اوجا، هیچ کس آوازش نمیشنید، مگر یک کس میدید. کی بود؟ الله. با آواز بلند کی بود؟ الله. ای جوان، وقتی به گناه دوچار شدی، وقتی در منجلاب معصیت قرار گرفتی، وقتی در شارای گناه قرار گرفتی، بدانی یک ذات تو را میبیند. شاید پدر نبیند، مادر نبیند، همسر نبیند، رفیق نبیند، عالم نبیند، ولی یک کس دوربین های بسیار قوی دارد، دوربین های بسیار قوی دارد، تو را میبیند. از پیش چشمان او فرار کرده نمیتوانی. جوان میگه چشم خود را باز کردم که همین دختر زیبا صورت و جوان در کنار من خوابیده است. من از جای خود بلند شدم، به سر و صورتش با سیلی محکم میزدم، کل بدن من میلرزید، من لباس خود را پوشیدم، حرکت کردم. کجا میروی ای جوان؟ چه مشکل داری؟ کجا میروی؟ جوان حرکت میکند در همین 2 شب. کجا میرود؟ مسجد میرود، مسجد. الله اکبر. جوان میآید داخل مسجد، تا صبح گریه میکند، تا صبح گریه میکند، بدنش میلرزد از ترس الله، در حال گناه نکرده، از ترس الله تا صبح بدنش میلرزد، چشمانش پر از اشک است،
گریه میکنه. شیخ خالد میفرماید این جوان هفته ای نگذشت بیمار شد، در بستر افتاد. وقتی به عیادتش رفتن گفتن چرا بیمار شدی؟ گفت ترس خدا مرا بیمار کرده است. گفتن چرا گریه میکنی؟ چرا بیمار شدی؟ گفت آتش جهنم مرا بیمار کرده است. من از پروردگارم میترسم. امروز بسیار جوان ها شاد هستم که ما چند تا فرند داریم، چند دختر با ما ارتباط دارن. به خدا قسم این خوشی ها تبدیل به گریه ها میشود. این خوشی ها روز قیامت تبدیل به گریه ها میشود. آتش جهنم اون جوان را میسوزاند. این خوشی نیست، این غم است. این خوشی نیست، تیر است. این خوشی نیست، نارضایتی الله است. این خوشی نیست، نارضایتی رسول الله است. این خوشی نیست، قدر ندانستن خون عمر است. خوشی نیست. میگه مرا ترس خدا بیمار کرد، آتش جهنم مرا بیمار کرد. شیخ خالد راشد میگوید جوان گفت من این را نمیگفتم، به تو قصه نمیکردم، اما برای این قصه میکنم. دلم به جوانان امت محمد میسوزد. الله اکبر. دلم به جوانان امت رسول الله میسوزد. جوان 20 ساله درد دارد، جوان 20 ساله به غم جوان امت رسول الله است. ولی ما چرا خوابیم؟ ما چرا بیدار نمیشویم؟ عزیز من، قدر این وقت خود را بدان. و فراغه که قبل شغلک، پیش از این که از من تو گرفته شود، در یک لحظه، در یک لحظه از من تو گرفته می شود. اسرائیل که به سراغ ما آمد بسیار پشیمان می شود. داخل قبر آرزو می کنیم خدایا یک لحظه برای ما فرصت بده، یک دقیقه برای ما فرصت. یک دقیقه به ما فرصت بدی که یک بار به تو سجده کنیم، یک بار فرصت بدی که یک بار بگوییم استغفر الله.